سلام دوستان و همراهان گرامی، من امروز اومدم که با هم به خاطر اینکه فصل ریواز هستش اینجا شربت ریواز رو با هم درست کنیم. اینجا ما 300 گرم ریواز داریم و 400 گرم شکر. من چون اول باید شیرش رو درست کنم، میام 400 گرم شکر رو میریزم داخل قابلمه و در مقابل به خاطر اینکه میخواییم شربت ریواز درست کنیم باید غلظت شربتمون زیاد باشه. من 1.5 لیوان فرانسوی آب اضافه میکنم برای اینکه سریعتر کارمون انجام بشه. این آب رو من جوش میریزم، شما میتونید ساعت استفاده کنید، هیچ موردی ایجاد نمیکنه. من به خاطر سرعت کار 1.5 لیوان آب جوش ریختم و زیرش رو روشن میکنم. خب میذارم بجوشه. ببینید دوستان، ریواز جزء سبزیجات و یا گیاهانی هستش که خودش طعم ترشی رو داره، اما اگر ما شربت دیگه ای خواستیم درست کنیم حتما از یه چیزی استفاده می کنیم که شربتمون رو ترش بکنه و نذاره شکرک بزنه. الان تو این مورد ما مخیریم. شما مثلا آب لیمو خواستین اضافه کنید، یه قاشق غذاخوری کافیه. اگه خواستین جوهر لیمو اضافه کنید، یه قاشق چای خوری. این بستگی کاملا بستگی به خودتون داره. من شیره رو میذارم آماده بشه، وقتی آماده شد اونجا تصمیم گیری میکنم که آیا نیاز دارم اضافه کنم یا نیازی به اضافه کردن نیست. من این سر ریواسه که هیچ مصرفی به جز مصارف دارویی نداره، اما من گذاشتم که دوستان اینو مشاهده کنن. میذارم داخل کاسه. و اما ما در ارتباط ریواسا، ببینید ریواس چون یک مقداری خودتون میدونید آهن بسیار، اصلا کلا چیزی که در کوه رشد میکنه کلن آهن بالایی دارن، سریع در ترکیب با هوا رنگشون عوض میشه. اینو همه رو من تمیز کرده بودم، اما ببینید باز هم رنگ عوض کردن. ما تو شربت مشکلی نداریم، خب رنگش هرچی باشه ما اینو صاف میکنیم، اما اگر چیز دیگه ای خواستیم مثل کمپوتی چیزی درست کنیم، سعی میکنیم که تمام این رنگ ها رو ازش جدا کنیم. خب من اینا رو ریز میکنم، میدونید خیلی خاک دارن، من اینا رو کاملا شستم، تمیز کردم و الان به این قطعات، ببینید مثل کرفس، مثل کنگر، مثل سبزیجاتی که نیاز داریم به تقسیم کردن، من اینا رو تقسیم میکنم. اینا رو به چه دلیل تقسیم میکنم؟ میگم ممکنه ما بتونیم از اینا باز مثلا به عنوان خوراک استفاده کنیم درسته نباشه و طعم خودش رو به شیره ما ببخشه. خب من اومدم از قسمت‌های استفاده کردم که شما میدونید یه قسمت‌هایی هستش که نرم‌تره، اونا رو خورش ریواز درست کردم. یه مقداری که حالت مثل اینا مثلا یه ذره سفت‌تر هست، اینا رو میارم شربت درست میکنم. دوستان این شهد ما که میخواستیم برای شربت استفاده کنیم آماده شده. من با قاشق اینو یه تجربه میکنم ببینم در چه حاله. وقتی که شیره اینطوری روش حباب میزنه، توی جاهایی هم من اینو لازم بود توضیح دادم، این دیگه شیره یه که آماده میشه برای شربت. من غلظت اینو که نگاه میکنم احساس میکنم من الان یه قاشق چای خوری جوهر لیمو بریزم، خب این یه مقدار هم ترشتر میشه هم دیگه مطمئن میشم که دیگه شکرک نمیزنه. یه قاشق چای خوری، ببینید جوهر لیمو اضافه میکنم. خب این چیزایی که غیر قابل مصرف بود جدا کردم میذارم داخل این و ریواسایی رو که آماده کردم میریزم داخل شهدمون. اینو یادآوری کنم، ببینید الان غلظت زیاده، وقتی من اینو میریزم چون ریواز آب داره یه مقداری این آبکی میشه، من باید فرصت بدم تا آماده بشه.
خب من ریواسا رو ریختم. خب ریواسامون رو ریختیم داخلش. من زیر اینو خاموش کردم، میذارم روی شعله کوچیک‌تر چون نیاز دارم با حرارت کمتر به مدت 30 دقیقه شربتمون بذارم آماده بشه. چرا؟ چون اون مواد داخلش رو پس بده و اون طعم شیره رو به خودش بگیره. من اینو کمش میکنم و حداقل به مدت 30 دقیقه بهش فرصت میدم تا آماده بشه. دوستان عزیز، همراهان گرامی، شربت ریواسا ما آماده شد. آمادگیش هم ما از روی این کفایی که روی این توی قابلمه شما دارید میبینید و ایجاد شده و زمانش رسیده که ما این رو خاموش کنیم. من بعد از اون مدت، یه مدتی که گذشته رو 20 دقیقه، دربش رو باز گذاشتم یه مقدار آبش بیشتر تبخیر بشه، طعم بگیره و غلظت خودش رو داشته باشه. خب حالا چیزی که هستش، ما توی شربت ریواسا هیچ موقع خود مواد رو استفاده نمی کنیم. حالا شاید بعدن شاید توی یه جای دیگه، یه مرحله دیگه استفاده کنیم، اما خب شربت رو چون بیشتر برای پذیرایی و مهمان و اینا استفاده می کنیم. شما دیدید همون سیروپ یا شربت ریواسا یک در واقع شربت غلیظ، یه غلظتش از کمپوت بیشتره. ما شربتمون رو صاف می کنیم. ببینید اینو میریزیم کم کم داخل صافی، شربتمون میره پایین و اینا مثل کمپوت قابل استفاده است. فقط چون غلظتش زیاده ما یه مقداری باید با آب مخلوطش کنیم. خب شربتمون رو میریزیم داخل لیوان. مقدار شربتی که داخل لیوانمون میریزیم به اون مقدار شیرینی بستگی داره که ما دوست داریم داشته باشیم. من یه مقدار یخ میریزم داخل لیوان. خب ما روی این آب میریزیم، یخ رو اول رو شربت میریزیم که شربت همون پایین بمونه و شکل شربت به هم نخوره. ببینید دیگه شربت ها بالا نمیاد، همون پایین میمونه چون سرد شده. دوستان عزیز، همراهان گلم، شربت ریواسا ما آماده سرو شد، آوردیم خدمتتون. امیدوارم که شما هم از این ویدیو راضی باشید. انشالله که کام همتون با این شربت شیرین باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لطفا کانال رازهای شیرینی پزی و کانال رازهای آشپزی رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.